بعضی از روزنامه‌ها نوشته بودن که مجاهدین منو گول زدن. من گمان نمی‌کنم یه زن 71 ساله رو کسی بتونه گول بزنه. برای خاطر شماها آمدم و برای خاطر زنهای مملکتم که راه به هیچ جا ندارن، آمدم فریاد اونا رو به گوش جهانیان برسونم و بگم حتی شماها بدونید که ما در چه منجلابی و در چه بدبختی داریم روزگارمون رو میگذرونیم. و در هر کجایی که رفتم، به هر حال مصاحبه های مفصلی من داشتم، در لندن، در پاریس، در آلمان و در سوئد، از یک یکشون خواستم که سرانشون به حمایت ما بلند شن و حرکت کنن. و به شما یک مطلبی بگم که من اینجوری اومدم اینجا فریاد میکشم، عده بیشماری که نمیتونم بگم چند میلیون، شورای ملی مقاومت ایران، ارتش آزادی بخش ایران و مجاهدین، میلیون ها در ایران ما و در خاک نازنین ما طرفدار دارند. من استدعا می کنم و عاجزانه تمنا می کنم که اگر می خواهید روی خوبی و خوشی و دموکراسی و آزادی و راحتی رو ببینید، به حمایت این مقاومت حرکت کنید. اگرم حرکت نمی کنید بد نگید، به دلیل اینکه اینا بسیار آدم های خوبی هستند. چون من 7 ماه با اینها دارم زندگی میکنم، 8 ماه، شاید 10 ماه با اینها دارم زندگی میکنم. و بعد آخوندا مسلمان نیستن، اینو من به رأی العین دیدم، دارم به شما میگم. من 15 سال توی خفقان داشتم زندگی میکردم، مسلمان حقیقی. به وحدانیت حق اگر بخواید در دنیا پیدا کنید، مجاهدین هستن و سلام.